امروز 25 اسفند 99 این صفحه مرغ تو شهر قم. شب عید مصادف با گرانی و کمبود مرغ در ایران، رئیس مجلس از دولت خواست به این آشفته بازار سامان دهد، ولی چرا مرغ از سفره ها پریده؟ با یک روزنامه نگار اقتصادی صحبت میکنیم و از اون میپرسیم که بحران از کجا و چطور شروع شد، نقش دولت در این ماجرا چیست؟ در ادامه برنامه امشب، یک دهه از آغاز جنگ سوریه گذشت، سود و زیان حضور نظامی ایران در دفاع از حکومت بشار اسد چه بود؟ این پرسش رو از دو تحلیلگر مسائل خاورمیانه میپرسیم. آلمان، فرانسه و ایتالیا هم استفاده از واکسن آسترازنکا را برای بررسی عوارض احتمالی متوقف کردند. سازمان بهداشت جهانی اما میگوید نگرانی درباره لخته شدن خون بی مورد است. و معرفی نامزدهای 93مین جایزه آکادمی اسکار، بهترین های سینمای جهان وارد میدان رقابتی نفسگیر شدند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. قصه جهش قیمت مواد خوراکی در ایران تازه نیست، ولی فصل گرانی و کمیابی مرغ یک بار دیگر تکرار شده. اگر خانگی مرغ باشد رواست، کزین آرزوها دلم را هواست. از همان زمانی که فردوسی قصه بهرام گور را در شاهنامه می نوشت، مرغ خوراکی دلخواه سر سفره ایرانیان بوده. این روزها در کنار کمبود روغن و گرانی گوشت قرمز، گویا مرغ زیرک نزند در چمن سفره مردم پرده سرای. فعلا دولت میگوید که برای سامان دادن به بازار آشفته مرغ قصد دارد 50,000 تن وارد کند. پلیس امنیت اقتصادی هم از دستگیری دلال‌های بازار مرغ خبر داده. ولی چرا خبری از مرغ در سفره‌ها نیست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاجدین. امروز 25 اسفند 99 این صفحه مرغ تو شهر قم. داستان در همه شهرها همین است. صفهای طولانی مردمی که وسعشان به خرید مرغ کیلویی 40,000 تومان از بازار آزاد نمیرسد. داستان صف بستن برای مرغ دولتی چند ماهی است که شروع شده و سه کمیسیون مجلس هم امروز برای رسیدگی به این وضعیت جلسه مشترک برگزار کردند. رئیس مجلس ایران در این جلسه گفت مردم برای گوشت صف نمی‌بندند چون توان خریدش را ندارند و از دولت خواست به وضعیت بازار مرغ سامانی بدهد. مردم میگن آقا همین مرغ کیلو 23,000 تومان 24,000 تومان رو اجازه بدید ما تکریم بشیم بخریم، پولی که داریم میدیم با بدبختی ایران میدیم، همه اینا حداقل نریم تو صف از صبح ساعت 6 تا ساعت 9 کرونا و مرونا و همه رو گذاشتیم کنار، ولی با ساعت 9 مرغ گیرمون نمیاد. باید بریم فردا صبح بیاییم. خب این رو سامانش بریم. دولت میگوید برای ماه رمضان که یک ماه دیگر شروع می شود 50,000 تن مرغ وارد می کند. جهاد کشاورزی مسئول تامین مرغ در کل کشور هست. ما هم بر اساس وظیفه که به ما ابلاغ شده از کشتارگاه مرغ بر اساس نیاز بازار تحویل میگیریم و در شبکه تشکل‌ها اصناف و فروشگاه‌های سراسر کشور توزیع میکنیم. در ماه مبارک رمضان هم مجدداً برای اینکه تنظیم بازار صورت بگیره مجوزی داده شده برای واردات به شکل پشتیبانی امور دام که ان شاءالله در ماه مبارک حدود 50,000 تن مرغ وارد کنند. یک مقام دیگر وزارت سمت یک روز قبل گفته بود که دلیل صفهای طولانی قاچاق مرغ ارزان به کشورهای دیگر است. به گفته مدیر امور بازرگانی این وزارتخانه، صادرات رسمی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند، برای مثال روغن و مرغ، ممنوع است. ولی از هر روشی که استفاده می کنیم بخشی از این کالاها از مرزها خارج می شود. این انبار من الان حداقل 100 تن ذرت توش باشه.
مرغداران هم مدت هاست از وضعیت ناراضی اند و میگویند خوراک دام که قرار است با دلار 4200 تومانی وارد شود پیدا نمی شود و مجبورند آن را خیلی گرانتر از بازار آزاد بخرند. سه چهار روز سن هنوز به وضع مطلوب نرسیده. این روزها باید مردم به فکر خرید سوروسات شب عید باشند. ولی امسال برای خیلی ها در گوشه و کنار کشور دغدغه اصلی سفره شام است، نه سفره هفت سین. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه با ماست. خانم خامنه، دلار 4200 تومانی برای این اومد که بتونن با اون کالاهای اساسی رو تامین بکنن. گویا الان خود دلار 4200 تومانی تبدیل شده به عامل کمبود. چطور چنین اتفاقی افتاده؟ بله، درست هستش. دولت در سال جاری 8 میلیارد دلار اختصاص داد برای تامین واردات کالاهای اساسی به کشور که غذای نهادهای دام و طیور و خوراک دام و طیور هم جزء همین کالاها محسوب میشن. در حالی که ما میبینیم که بسیاری از مرغداران ما که البته مشکلات اونها مربوط به امسال نیست و از سالهای قبل اینها مشکلات با مشکلات متعددی روبرو بودند و مشکلات رو با خودشون آوردن و الان دیگه مشکلات اونها حادتر شده، این مشکل همچنان بوده و وقتی میبینیم و وقتی پای صحبت اونها میشینیم میبینیم که اکثر اونها مطرح میکنن که کمترین سهم رو از این ارز 4200 تومانی برای دریافت خوراک برای مرغ‌هاشون دارن. حالا به چه صورت هست این ماجرا؟ توضیح میدم. ببینید الان بسیاری از مرغداری‌ها حجم تولید مرغ خودشون رو کاهش دادن به دلیل اینکه اونها غذای کافی با ارز 4200 تومانی نمیرسه و از سوی دیگه مجبور هستن مکمل‌هاشون رو، داروهاشون رو با قیمت ارز آزاد خریداری بکنن و این قاعدتاً موجب میشه چه اتفاقی میشه؟ موجب میشه که قیمت واقعی مرغ افزایش پیدا بکنه و از سوی دیگه دولت میاد و قیمت دستوری رو برای مرغ تعیین میکنه. این فاصله ای که بین قیمت واقعی مرغ و قیمت دستوری که از سوی دولت تعیین شده، این فاصله موجب میشه که مرغدار هیچ تمایلی به تولید مرغ نداشته باشه و از سوی دیگه رانتی که با این ارز 4200 تومانی ایجاد شده مرغدارها رو با کمترین انگیزه برای تولید صحیح. محصول میبره. خب خامنه، چرخه تولید داخلی مرغ دچار مشکله. آقای روحانی میگفت که ما از بیرون مواد غذایی، کالاهای اساسی رو به اندازه کافی خریداری کردیم، میخوایم بیاریم داخل، ولی گویا سیستم توزیع هم درست کار نمیکنه. مشکل اون در کجاست؟ ببینید نکته اینجاست که در بفرمایید. موضوع اینجاست که دولت ما همیشه وقتی که مسئولیت هایی رو که بر عهده خودش هست رو به سمت آخرین حلقه ماجرا میبره. ما میبینیم که در خیلی از موارد بیماری شیوع پیدا میکنه، مردم مقصرن. الان آقای روحانی در آخرین سخنان خودشون گفتن که توزیع نامناسب مرغ موجب شده که این اتفاق بیفته. حالا توزیع نامناسب مرغ بخش اعظمش به کی برمیگرده؟ به تولید کننده های مرغ. در صورتی که ما در اینجا میبینیم که این سنف خودش انقدر با مشکلات متعدد روبرو شده که حتی دولت نمیاد یک آمار شفافی رو در مورد ارز 4200 تومانی و خوراکی برای این نهادهای دامی وارد کرده ارائه بده و موضوع رو بنیادی تر مورد بررسی قرار بده. ببینید مشکل تولید کننده های مرغ، صنعت مرغداری مخصوص امسال نیست که بگیم امسال هست. از سالها قبل این مشکل وجود داشته و اگر سابقه تاریخیش رو بررسی بکنید میبینید که
هر سال مرغداران ما با مشکلات متعدد وجود داره مواجه هستن و انحصاری که در این صنعت برای خوراک هستش موجب شده که مرغداران ما در تولید و توزیع اون با مشکل مواجه بشن. خانم خامنه، یک بار در ایران بحران مرغ پیش اومد، تبدیل شد به سرخط خبرهای بین المللی. حتی یکی از رهبران سیاسی در لبنان طعنه میزد به مقام‌های جمهوری اسلامی و میگفت که شما که نمیتونید مرغ رو در کشور خودتون مدیریت کنید، چطور در امور لبنان وارد شدید؟ چرا درس گرفته نشده؟ چرا باز هم اتفاق افتاده و به نظر میاد که ممکنه باز هم اتفاق بیفته؟ صنعت مرغداری ما تا وقتی مشکلاتش بنیادی تر حل نشه، تا وقتی که ببینید خوراک دام چند صد، ببینید من براتون اینطوری مثال بزنم، قیمت کنجاله 3450 تومان هستش با عرض 4200 تومان، در حالی که در بازار الان 3700 تومان داره به فروش میرسه در بازار آزاد. خب شما در نظر بگیرید که چطور میشود دولتی که نمیتواند مرغ رو کنترل کنه و ریشه اون رو از ابتدا تا به دست مصرف کننده برسه و این نظام چند نرخی که ما دوباره میبینیم در صنعت مرغ مثل خیلی از کارهای کالاهای دیگه که به وجود اومده رو داره پیاده ریزی میکنه، خودش عامل چی هستش؟ باز هم عامل راند، عامل فساد خواهد بود. خب خانم خامنه، الان مسئله مرغ ممکنه که بتونن مدیریت کنن، ممکنه هم که نتونن مدیریت کنن، ممکنه که اگر نتونن دامنه کار رو جمع بکنن برسه به چیزهای دیگه. البته خب خیلی از اقلام مواد غذایی همین الان هم گرانه، ولی بعد تبدیل بشه به یک زنجیره و ادامه پیدا کنه؟ بله ممکنه. در روغن ما میبینیم، در کالاهای دیگه، در کالاهای دیگه هم میبینیم که متاسفانه این روند رو به افزایش قیمت یا نبود آنها، ما داریم همه رو در فروشگاه ها قفسه های خالی روغن یا مرغ امروز و حالا فردا بقیه کالاها هم دیگه اونها رو مشاهده میکنیم. منظورتون این هست که ممکنه مثلا بحران پنیر پیش بیاد، روغن پیش بیاد، غیره و ذالک؟ بعد این جامعه رو در چه شرایطی قرار میده؟ ما دیروز در مورد حداقل دستمزد بحثی داشتیم و همه آمار ارقام نشون میداد که حداقل دستمزدی که برای میلیون ها کارگر تعیین شده نصف اون چیزی است که خط فقر در ایران تلقی میشه. بله درست هستش. قاعدتا جامعه رو با یک بحرانی، ما با یک بحرانی روبرو هستیم که حالا این بحران رو میخواد دولت با عوامل مختلف مثل یعنی گرفتار کردن با این صفهای طولانی، با این نظامهای تکنیکی، با این نظامهای چند نرخی کردن و اینها اون رو هدایت بکنه، اما این راه حل اساسی که باید برای اون در نظر بگیره رو واقعا فکر میکنم حداقل در دولت آقای روحانی شاهد اون نخواهیم. بسیار ممنونم از لیلا خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی در ازمیر ترکیه با ما. نقش ایران در جنگ 10 ساله سوریه از روزهای اول با ارسال کمک‌های نظامی و تسلیحاتی نمایان شد. با بالا گرفتن جنگ، جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد کمک‌های مالی و تجاری هم داد. برآورد شده که ایران میلیاردها دلار در سوریه خرج کرده و هزاران نفر از نیروهایش جان خود را در آنجا از دست دادند. ایران امیدوار بود در ازای این حمایت در آینده سوریه از جمله طرح‌های اقتصادی نقشی پررنگ داشته باشد، اما از سخنان بعضی از مقام‌ها به نظر می‌رسد دستش از چنین طرح‌هایی کوتاه مانده. باران عباسی گزارش میدهد. 10 سال جنگ، نزدیک به 400,000 جان باخته و 12 میلیون آواره، ویرانه ای میدان زورآزمایی کشورهای منطقه، از ترکیه، اسرائیل و عربستان تا روسیه و ایران، کشوری که از همان آغاز کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به حکومت بشار اسد را آغاز کرد. کمک‌هایی که ایران مستشاری می‌خواند. حضور نظامیان و شبه نظامیان وابسته به ایران در میدان جنگ اما در تصاویر پیدا بود.
از نیروهای قدس سپاه پاسداران تا لشکر فاطمیون، هزاران نیروی شیعه افغان. اینجا در میانشان قاسم سلیمانی، فرمانده وقت شاخه برون مرزی سپاه پاسداران. امروز شاید قدر عمل شما خیلی فهمیده. کسی که این نیروها را برای نبرد در کنار ارتش بشار اسد به سوریه فرستاد. در کنار دیگر نیروهای شیعه از لبنان، عراق و حتی یمن. بسیاری کشته شدند، اما شمار دقیقشان مشخص نیست. بعضی منابع از مرگ هزاران عضو سپاه و شبه نظامی وابسته به آن خبر می‌دهند. قاسم سلیمانی هم سال گذشته در حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. گفت حاج قاسم اومد. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه. کمک کنید. حقوق نیروهای وابسته به ایران تنها بخشی از میلیاردها دلار پولی است که ایران در سوریه هزینه کرده. هزینه‌ای که مقدار دقیق آن هیچگاه اعلام نشده. 3 سال پیش سازمان ملل تخمین زد که ایران به طور متوسط سالی 6 میلیارد دلار در سوریه خرج می‌کند. روایتی دیگر هم پارسال از زبان یک نماینده پیشین مجلس مطرح شد. ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت اونجا هزینه شده. راه پس گرفتن این پول از نگاه ایران حضوری پررنگ در اقتصاد سوریه بود. اما از اظهارات مقام‌ها در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد این فرصت بیشتر به روسیه رسیده باشد. ایران و روسیه در دفاع از سوریه متحد هستند. با این همه دولت سوریه باید در حوزه اقتصادی نیز فرصت‌ها را به گونه‌ای در اختیار دو کشور بگذارد که احساس اختلاف و تبعیض پیش نیاید. از این به بعد هر 1 ریال که به کسی بدهیم، 1 ریال را ادعا خواهیم کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به امنیت عراق و سوریه کمک کنیم و سپس ببینیم که سایر کشورها از مزایای اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که روسیه حضوری فعال در میدان تجارت سوریه دارد. نمونه‌اش قراردادی 49 ساله برای اجاره بندر طرطوس. روسیه همچنین به گفته الشرق الاوسط و العربیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را از 2 میدان نفتی و گازی در نزدیکی رقه اخراج کرده. مواضع نظامی ایران در سوریه هم بارها هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفته. اقداماتی که بعید است بدون چراغ سبز روسیه انجام شده باشد. در سالگرد 10 سالگی جنگ سوریه، بشار اسد با حمایت ایران و روسیه در قدرت باقی مانده. اما نقشی که ایران در آینده این کشور ویران برای خود متصور بود، به نظر می رسد در سایه قدرتی برتر به نام روسیه به حاشیه رانده شده. باران عباسی، BBC. عمار وقاف، تحلیلگر سیاسی اهل سوریه و مدیر مرکز مطالعات گنوسس از لندن با ما هستند. آقای وقاف، بسیاری میگن که سوریه با دخالت‌های خارجی به اینجا رسید. 380 هزار کشته، میلیون‌ها آواره و کشوری ویران. شما به عنوان یک شهروند سوریه در مورد نقش و حضور ایران چی فکر می‌کنید؟ Good evening and thank you for having me. شب شما بخیر، متشکرم که منو دعوت کردید. برای بسیاری از سوری‌ها ایران حمایت‌های لازم رو داد تا حکومت بتونه سر پا بمونه. شما باید این رو درک کنید که وقتی بهار عربی شروع شد، بسیاری از مردم سوریه با نگاه به اتفاقات لیبی و تونس نتیجه گرفتن که یک تغییر بزرگی رو میتونن ایجاد کنن، اما بعضی احساس کردن که این یک تهدیده، به خاطر توانایی هایی که امکان داره بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده بکنن جهت دخالت در سوریه. برای همین در زمان بهار عربی مردم دو دسته شدن. وقتی موج بهار عربی به سوریه رسید، مردم دو دسته شده بودند. یک دسته بود که میخواست بلافاصله دولت بشار اسد رو ساقط بکنه، اما دولت دیگه که میخواست پناه ببره به حکومت سوریه، زیرا احساس کرد که منافعش در خطر است. ایران
برای گروه دوم در سوریه حمایت های لازم رو داد، حمایت های دیپلماتیک، حمایت های اقتصادی و گاهی اوقات حمایت های نظامی تا حکومت سوریه بتونه سرپا بمونه. ما باید درک بکنیم این تصور که حکومت بشار اسد تونست سرپا بمونه به رغم فشارها به خاطر مداخلات خارجی بود، این تصور اشتباهه. شما نگاه بکنید به کشورهای دیگه، میبینین که حکومت‌هاشون به رغم دخالت‌های خارجی بلافاصله دچار فروپاشی شدند و مردم و کشورها نمیتونن بازسازی بکنن. اما آقای وقاف، کسی مثلا در سوریه، کسی در لیبی به نفع قذافی وارد جنگ نشد، کسی مثلا اونطور که ایران و روسیه وارد شدن، یا در خیلی از جاهای دیگه مثلا کسی به نفع بن علی در تونس وارد درگیری نشد. بنابراین به همین دلیل که بسیاری میگن که بشار اسد رو ایران و روسیه حفظ کرد، و اگر حفظ بشار اسد باعث ویرانی کشور شد، اینقدر هم کشته بر جا گذاشت، نقش ایران و روسیه رو نباید ندیده گرفت. اما لیبی هم از بین رفته، یمن هم از بین رفته، هیچ کی پشت دولت یمن نایستاد. نکته من اینجاست، دلیل اینکه الان حکومت سوریه سرپا مونده و تونسته مقداری مشروعیت داشته باشه، این یک امیدی مردم داده که یک سکوی بشه برای بازسازی. اما در ارتباط با ایران، من فکر میکنم ایرانیان وقتی دخالت‌های کشورهای عربی و کشورهای غربی رو در حکومت سوریه دیدن، به رغم اینکه خیلی از مخالفان تندروهای اسلامی بودند، ایرانیان طبعا این رو به عنوان یک تهدید دیدند. کسی نگفته بود که ما میایم در سوریه که بخوایم منافع ایران رو تهدید بکنیم، اما ایران این رو یک تهدید دید. ایران خودشو متحد دید با اون دسته از مردم سوریه که نمیخواستن شاهد فروپاشی حکومت بشون بشن، هم دست شدن با حکومت سوریه. برای ایرانیان خیلی ارزان‌تر بود، راحت‌تر بود که در داخل سوریه بخوان این جنگ رو داشته باشن تا در داخل خود خاک ایران. البته ایران در داخل کشور با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست، خصوصا مشکلات اقتصادی. بخشی از اون گفته میشه که تعهد اقتصادی سنگینی است که ایران در کشورهای مثل سوریه بر عهده گرفت. ولی سوال من این بود که شما گفتید مردم امیدوار شدند که با حفظ بشار اسد شاید اوضاع بهتر بشه. 380 هزار نفر کشته شدند، 10 میلیون نفر آواره شدند. اینها جزء اون مردم امیدوار به حساب میان؟ من فکر کنم امید تنها راه پیش رو هست، وگرنه دیگه انسان نمیتونه بقا داشته باشه، مخصوصا با شرایطی که ما الان در سوریه داریم، در وضعیتی که تحریم ها واقعا دارن فشار میارن. ولی از این نکته به شما بگم، من با توجه شناختی که از گروه های مختلف و جناح ها در سوریه داریم، اون تغییراتی که در سال 2011 ارائه شد تغییراتی نبود که حکومت بتونه قبول بکنه، برای اینکه انقدر مسائلی وجود داشت که به این تغییرات پیوند زده شد، مثلا موضع سوریه نسبت به مسئله اسرائیل، یا اینکه شهروندان سوری چه کسانی هستن، شهروندان درجه یک، شهروندان درجه دو، بحث شکاف بین مردم شهری و مثل روستایی، طغیان گروه فقیر علیه گروه متمول، طغیان محرومین علیه گروه متوسط. برای همین بود که با توجه مجموع این قضایا اون مسئله رو خیلی در سوریه تهدید دیدند. الان ما نگاه میکنیم کسانی که فکر کردن انقلاب سوریه به اصطلاح به نفعشون نیست، من فکر کنم اگه اونها به عقب بتونن برگردن همچنان همون موضع رو بگیرن. هیچ کی تصور نمیکرد اینقدر بخواد این کارزار طول بکشه، اینقدر هزینه بخواد داشته باشه بعد از 10 سال. اما نباید از یاد ببریم که بعد از اولین سال این درگیری ها ما نزدیک به 130 کشور داشتیم که تصمیم گرفتن حکومت سوریه باید ساقط بشه. خب آقای وقافی، یک رهبر وقتی شرایط رو به
سمتی میبره که مداخلات خارجی تا این حد در اون کشور محقق میشه اتفاق میفته، ناکامی اون رهبر سیاسی است. آقای بشار اسد الان 55 سال است، رهبری سوریه رو، ریاست جمهوری سوریه رو هم به ارث برده. اگر کسی نخواد که آقای اسد همچنان در قدرت باشه، چه راهی داره؟ یک رئیس جمهوری مادام العمر دیگه در خاورمیانه همچنان خواهد بود. Again, if you ask me, I think Syria اگر شما از من بپرسید، من فکر میکنم که سوریه داشت در مسیر درست حرکت میکرد. در انتهای سال 2010 تولید ناخالص داخلی سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد سه برابر شده بود. من فکر میکنم در اون زمان پیشرفت‌های خیلی زیادی در مسیر حاکمیت قانون در سوریه حاصل شد، پیشرفت هایی که خیلی بیشتر از چیزی که الان میتونیم تصورش رو بکنیم. پیشرفت اقتصادی خیلی ها رو خوشحال کرده بود، اما باید اعتراف بکنیم انقدر تنش‌های زیادی در منطقه وجود داشت. مثلا حمله به عراق در سال 2003 باعث شد که بعضی از کشورهای حوزه خلیج کمی نگران بشن و سعی بکنن که اون چه که فکر می‌کردن ضررشو در عراق بود رو در سوریه جبران بکنن، برای اینکه نگران نفوذ ایران در عراق بودند، درمانده بودند و استیصال داشتند و این باعث شد که بتونند این مسائل بنیادی رو بیارن رو بشه و جامعه رو دوچار دو دستگی بکنن، اونهایی که میخواستن یه تغییر در سوریه ایجاد بشه، اونهایی که تغییر رو یک تهدید میدیدن. اگر از من بپرسین، من فکر میکنم این تصمیم مردم بود که پناه ببرن به حکومت خودشون، چون هیچ کس که نمیخواد مردم رو بفرسته که تا ابد در قدرت بمونه، مردم رو به کشتن بده برای بقای ابدی خودش. ولی بالاخره محاسبه ای که کردن این بود. اعتقاد من این هست که واقعیت ها چیز دیگه نشون میده. ممنونم از عمار وقاف، تحلیلگر سیاسی اهل سوریه و مدیر مرکز مطالعات گنوسس و با پوزش به دلیل اینکه وقتمون به تموم شد. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب از لندن با ما هستن. آقای نوریزاده، 10 سال از این قضیه گذشته، 380 هزار کشته، سوریه بخش بزرگش ویران شد. چی به دست آورد ایران؟ در هر صورت ایران یکی از طرف‌های اصلی بوده در سوریه. با درود به شما و بینندگان بی بی سی فارسی، من شگفتی زدم وقتی آقای وقال این حرفا رو میزنه. حتی طرفداران پروپا قرص رژیم بشار اسد این حرفا رو نمیزنن که در سال 2010 سوریه در حال پیشرفت بود. به چه قیمتی؟ سوریه بدنامترین کشور بود. کشتن رفیق آقای نوریزاده، آقای وقاف الان نیستن که از خودشون دفاع کنن. سال من از شما این بود که ایران چه به دست آورد در این لحظه؟ من خدمت آخه یه جاهایی باید توضیح داد، برای اینکه به هر حال من به عنوان یه کارشناس با عدد و رقم سر و کار دارم، همینجوری نمیگم. ایران بسیار خطا کرد. اشتباه جمهوری اسلامی تا اون حد بود که مرحوم رفسنجانی قبل از مرگش در فاصله خیلی کوتاهی به دلیل سخنرانی گفت که من تعجب میکنم چطور ما از یه رژیم جنایتکار که 200,000 نفر مردمش کشته اون زمان داریم حمایت میکنیم. در داخل ایران هم صداها بلند شد، برای اینکه هم حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی رو برباد داد و هم میلیاردها دلار بر دوش ملت ایران گذاشت که امروز مردم با این وضع اقتصادی روبرو هستن و جمهوری اسلامی پولایی هم که از اوباما گرفت یکسره بیشتر شد خرج سوریه و حزب الله و هشت و شعبی و دیگران کرد. منظورم اینه که کار خطایی بود. جمهوری اسلامی به سوریه رفت فقط به یک دلیل، به دلیل اینکه میدونست اگر بشار اسد سقوط بکنه پشتبندش حزب الله ساقط خواهد شد، نه برای اینکه منافع استراتژیک ایران باشه یا برای حقوق ملت ایران، ابدا. فقط مسئله حزب الله براشون مطرح بود. حضور ایران متاسفانه باعث شد نیروی سنی هم در اونجا به میدان بیاد و بعد با کمک ترکیه این نیروها تبدیل به داعش شدن. ترکیه مرزها رو باز گذاشته بود، هر گروه تروریستی اومدن وارد سوریه میشدن و در نتیجه کنش و واکنش، رد فعل و فعل، همه باعث شد سوریه تبدیل بشه به سرزمینی که چندین نیرو در اونجا سرگرم زد و خورد با هم. بله آقای نوریزاده،
بسیاری میگن که ائتلاف سوریه و ایران یک ائتلاف دفاعیه، یعنی اینا به خاطر اینکه در حقیقت دووم بیارن، به خاطر اینکه جان به در ببرن مجبور بودن که با همدیگه کار بکنند. دولت ایران هم پیش پریروز آیت الله خامنه ای میگفت که ما به دعوت دولت قانونی و رسمی اونجا هستیم. ببینید، زمانی که حافظ اسد دست دوستی به جمهوری اسلامی داد، همه میگفتن یک ازدواج موقته، متع است. حافظ اسد 40,000 نفر رو در حما و حمص کشت. رئیس اخبار المسلمین سوریه آقای معروف دوالیبی اومد پیش آقای خمینی به شکوه که مولانا رهبر مذهبی به دادمون برس. آقای خمینی خیلی راحت برگشت گفت نخیر، شما رو گول زدن، آمریکایی‌ها شما رو فریب داد، پشت پا زد. این برخلاف تصور بعضی که پیمان دفاعی، نه، این دو رژیم به هم چسبیدن، دو قلوی منطقه شدن، در اموری در لبنان دخالت کردن که اصلا عجیب غریبه، همون کشتارها و غیره. بنابراین من به هیچ وجه این رو یک پیمان دفاعی موقت نمیدونم. ایران و سوریه ابدی با همن، هر کدومشون سقوط بکنن دیگری لطمه بسیار خواهد دید. و در این حال این حرفی که شما اشاره کردید خیلی درسته، امروز اگر منافعی در سوریه باشه نصیب ترکیه و روسیه خواهد شد. چرا اینطوری؟ اگر شما میگید که دو تا کشور با همدیگه سرنوشت مشترکی دارن، چرا باید دولت مردان سوریه، رهبران سوریه، روسیه و چند کشور دیگر رو بر ایران ترجیح بدن؟ اونا شاید ترجیح ندن، کاری جز این نمیتونن بکنن. وقتی روسا در بنادر سوریه مستقرن، فرودگاه ها دستشونه، ارتش سوریه عملا تابع روساست، چیکار میخوان بکنن؟ در مورد ترکیه هم بخشی از خاک سوریه در اشغال ترکیه، جمهوری اسلامی در اونجا نیروهاشو به عنوان اشغالگر نگذاشته، به عنوان دوست گذاشته که دارن در سوریه کمک میکنن. همینطور جنگجویان افغان، فاطمی، زینبی، اینا که هستن همه در قالب نیروهای دوستن. بله. ترکیه اینجور نیست، ترکیه در قالب یک نیروی اشغالگره. آقای نوریزاده، اشغالگر مزد میخواد. در یکی از گفتگوها من از خود شما شنیدم، وقتی به آمارهای مراکز بسیار معتبر مراجعه میکنیم، هم درسته، زمانی محمود احمدی نژاد و حسن نصرالله اینا محبوب ترین چهره ها در جهان عرب بودن، در همین خیابونای قاهره و در بیروت و شاید دمشق. بعد از وارد شدن ایران در جنگ سوریه همه چی عوض شد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ ببینید، در اون زمان که دارید از احمدی نژاد محبوب صحبت میکنید، احمدی نژاد صدای مستضعفی شده بود، مدلی که حرف میزد اون راننده تاکسی قاهره که خوشش میمد، یه کسی بود که علیه اسرائیل حرف میزد با اقتدار. حسن نصرالله از یه جنگ با اسرائیل بیرون اومده بود که برای اولین بار یک نیروی میلیشیا موفق شده بود لطمات زیادی به اسرائیل بزنه. تو خونه سعودی میرفتی، قطری میرفتی، اماراتی، مصری، عکس حسن نصرالله بود. کاری که در سوریه اتفاق افتاد و خب بگم که تبلیغات وسیعی هم که وجود داشت، نقش تلویزیون های مثل العربیه، مثل الجزیره، مثل الحدث رو نباید فراموش کرد. این چهره های مصیبت زده مردم پرغرور سوریه، سوریه که یک وقت کتابخانه عرب بود، سوریه که بهترین سریال ها و نمایش ها در اونجا نوشته می شد و درست می شد، سوریه شاعران بزرگی مثل نزار قبانی، این سوریه یه دفعه تبدیل شد به ویرانه هایی که زنه تو خیابون نشسته. وقتمون خیلی کم، میخوام سوال آخر رو اینطور از شما بپرسم در حد کمتر از یک دقیقه، راه برون رفتی میبینید شما برای جمهوری اسلامی از سوریه؟ به اعتقاد من جمهوری اسلامی در سوریه ضرر خواهد دید، یعنی مشکل، اینم باید بگذارید جزو یکی از برگه هایی که نیمی سوخته است مثل یمن، بنشینه با عربستان سعودی، با امارات، با مصر، اردن بشینه صحبت کنه، یک نیروی مشترک با همدیگه میتونه صلح به سوریه برگردونه. به خصوص که الان دولت آقای بایدن هم، دولت جدید آمریکا، چندان علاقه‌ای به ادامه این جنگ نداره. بسیار ممنونم از علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب از لندن با ما.
امروز دهمین سالگرد آغاز اعتراض‌های سراسری در سوریه است. همونطور که اشاره شد، اعتراض‌های علیه حکومت بشار اسد که به شدت سرکوب شد و ظرف چند ماه به جنگی تمام عیار میان حامیان او و مخالفانش بدل شد. در این 10 سال علاوه بر گروه‌های شبه نظامی محلی، نیروهای نظامی کشورهای دیگر از جمله ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا هم وارد میدان جنگ سوریه شدند. اما در نهایت نه مخالفان موفق شدند بشار اسد را از قدرت پایین بکشند و نه هم حکومت او موفق شد همانند روزهای پیش از جنگ بر سراسر این کشور سلطه پیدا کند. کیوان حسینی از روزهای آغازین این جنگ و عمق بحرانی که پدید آورد گزارش می‌دهد. دکتر نوبت توئه. جمله ساده که 10 سال پیش به ذهن یک نوجوان 15 ساله سوری رسید و اون رو در اوج اعتراض‌های بهار عربی بر روی دیواری در شهر درعا نوشت. دکتر بشار اسد اما با این جمله موافق نبود و نمی‌خواست مثل همتایانش در تونس و مصر از قدرت کناره بگیره و برای موندن در قدرت هم عزم جزمی داشت. سال بیش از 500,000 نفر کشته یا ناپدید شدند. 12 میلیون نفر از 22 میلیون جمعیت سوریه از خونه هاشون رونده شدند. 5.5 میلیون سوری به کشورهای دیگه پناه بردند و کشور هنوز تکه تکه است. این قسمت تحت کنترل بشار اسد. این تکه در دست کردها است. این قسمت در دست اسلامگراهای رادیکال، اینجا مخالفان غیر اسلامی و اینجا هم در اشغال ارتش ترکیه است. حتی داعش هم هنوز یه تکه رو در اختیار داره. ضمن اینکه 70% شبکه برق رسانی سوریه تخریب شده. 70% پرسنل درمانی از کشور گریختند. 2.5 میلیون کودک سوری داخل کشور و 750 هزار کودک در کشورهای همسایه مدرسه نمیرن. بیش از 500,000 کودک زیر 5 سال با اختلال رشد به دلیل سوء تغذیه روبرو هستند و همین حالا 90% جمعیت کودکان این کشور به کمک فوری نیاز دارند، از دارو و غذا گرفته تا سرپناه و آموزش. قطعا معاویه سیاسنه که به همراه دوستش بر روی دیوار اون شعار معروف رو نوشت به دنبال چنین نتیجه‌ای نبود. او بعد از نوشتن شعار دستگیر شد و بعد از 3 هفته وقتی خبر شکنجه او و دوستانش به گوش مردم سوریه رسید، اعتراض‌های سراسری سوریه کلید خورد. خواسته معترضان از نخستین روزها همون بود که باقی معترضان بهار عربی در کشورهای دیگه خاورمیانه صریح و روشن فریاد می‌زدند: اسقاط النظام، سرنگون کردن رژیم بشار اسد. گروه بزرگ از این معترضا اصولاً در طول دوران زندگی به جز خانواده اسد شخص دیگه‌ای رو در کشورشون در قدرت ندیده بودند. از سال 1971 تا سال 2000 حافظ اسد 29 سال رئیس جمهوری سوریه بود و وقتی درگذشت هم قدرت به پسرش رسید. بشار اسد، چشم پزشکی خجالتی که ظاهراً تصمیمی برای رئیس جمهور شدن نداشت اما به علت درگذشت برادر بزرگترش در یک تصادف رانندگی رئیس جمهور شده بود و با وجود اعتراض‌ها خیال کنارگیری نداشت. پاسخ حکومت بشار اسد به خواسته معترضان هم از همون روزهای نخست روشن بود. گلوله. در 2 ماه اول بیش از 1,000 شهروند غیر نظامی سوری کشته شدند. در کنار هزاران بازداشتی که سرنوشت بسیارشون نامعلوم بود. هیچ مصالحه سیاسی با کسانی که اسلحه دست گرفتن نداریم، اما امیدواریم هرچه زودتر به محض اینکه امکانش فراهم بشه ارتش بتونه سنگربندی ها رو جمع کنه و به پادگان ها برگرده. اما نه تنها از بازگشت ارتش سوریه به پادگان ها خبری نشد، بلکه تعدادی از همین ارتشی ها هم به معترضان پیوستند. جنگ داخلی سوریه عملاً آغاز شد. و وقتی بعد از 5 ماه تعداد کشته‌ها از مرز 2000 نفر گذشت، آمریکا در کنار قدرت‌های اروپایی خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شد.
گذار سوریه به دموکراسی آغاز شده و زمان آن رسیده که اسد از سر راه کنار برود. این به رأی مردم سوریه بستگی دارد که چه کسی رهبرشان باشد. از اینجا سوریه به سرعت به میدانی تبدیل شد برای کشورهایی که هر کدوم در رفتن یا موندن بشار اسد منافعی برای خودشون می‌دیدند. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد با قدرت نظامی و مالی قابل توجه وارد این میدان شد و در مقابلش رقبای منطقه‌ای مشخصاً عربستان و قطر نه شبیه به ایران بلکه در قالب کمک به مخالفان اسد وارد شدند. در سطح قدرت‌های جهان هم روسیه به عنوان حامی دیپلماتیک رژیم اسد در مقابل ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی ایستاد. و وقتی سالها جنگ داخلی کشور را از پا در آورد، ظهور و قدرت گرفتن ناگهانی داعش موجب شد که تقریباً همه بازیگران فعال بین المللی برای ورود به این جنگ دلایل محکم پسند داشته باشند. مدت دست کم 8 دور مذاکرات صلح سوریه در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت برگزار شده. گروه دوستان سوریه با ابتکار عمل فرانسه در پاریس و استانبول و روم و عمان و دوحه کنفرانس برگزار کرد. اتحادیه عرب به شکل جداگانه، جنبش عدم تعهد در نشستی که در تهران داشت و گروه بزرگی از کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان به نام گروه بین‌المللی حمایت از سوریه راه حل‌های مختلفی برای پایان این بحران پیشنهاد کردند. در 4 سال اخیر ایران و روسیه و ترکیه هم چند نشست سه‌جانبه برگزار کردند. در نهایت همه این تلاش‌ها بی ثمر موند تا جایی که جنگ امروز 10 ساله شد بدون اینکه چشم‌اندازی برای پایانش دیده بشه. کیوان حسینی، بی بی سی. با آغاز اعتراض‌های ضد دولتی سوریه در سال 2011 کردها این کشور مسیر خود را پیش گرفتند، نه به گروه موسوم به ارتش آزاد پیوستند و نه از بشار اسد حمایت کردند. در سایه ضعف دولت مرکزی آنها سال 2012 اداره خودمختار خود را اعلام کردند و از نظر نظامی خود را سازمان دادند و به یکی از بازیگران عرصه سیاست و جنگ در سوریه تبدیل شدند. سوران قربانی داستان گروهی از زنان کرد و عرب را بازگو می‌کند که در گیرودار جنگ برای ساختن جامعه‌ای برابر از نظر جنسیتی تلاش می‌کنند. شهر قامشلو، مرکز اداره خودمختار کردستان سوریه. برای نزدیک به یک دهه کردهای سوریه و همسایه‌های عرب و آشوریشان در غیاب نهادهای دولت مرکزی مدل سیاسی خود را پیاده کرده‌اند که صدای زنان در آن شنیده می‌شود. اما این مدل سیاسی بدون مقاومت جامعه هم نبوده و بسیاری از مردها را ناراضی کرده. از همان آغاز زنان کرد یگانهای مدافع زن یپژه را سازمان دادند که در جبهه‌های جنگ نقش مهمی ایفا کردند. اما حضور زنان تنها به جبهه جنگ ختم نشد. زنان خود را زیر چتر کنفدراسیون موسوم به کنگره استار سازمان دادند که شامل نهادهای مختلف است. خانه زن یکی از این نهادهاست. معمولاً هر روستا و محله یک خانه زن دارد. محلی که تنها توسط زنان اداره می شود و در تلاش برای حل مشکلاتشان و توانمندسازی آنان و مبارزه با خشونت خانگی است. آزاد برای پایان دادن به اختلاف با همسرش به اینجا مراجعه کرده. دو زن مسئول رسیدگی به پرونده او هستند. همسرم پوشش نامناسبی داشت. گفتم خودتو بپوشون. قبول نکرد. منم زدمش. نمیگم نزدمش. این قابل قبول نیست. به هر حال باید ببینیم که این وسط حق با کیه و حق با کی نیست. تا زمانی که او همسر شماست حق نداری دوباره ازدواج کنی. در اتاق دیگر این مادر و دختر عرب مشکل دیگری دارند. دختر جوان خانواده بدون اجازه آنها به نیروهای مدافع زن پیوسته. آنها می‌خواهند که دخترشان را ببینند و به روستا بازگردند. همسایه ها میگن دخترتون فرار کرده. یکی میگه با چند تا مرد رفته. روستایی ها برای دخترم حرف در میارن. مادرم میخواد دخترش یه بار با یونیفرم بیاد تو روستا و همسایه ها اونو ببینن. کافیه. دیگه کسی نمیتونه پشت سرش حرف در بیاره. آنها چندان هم راضی نیستند، ولی دست کم میتوانند مطمئن شوند که دخترشون فرار نکرده و آبروی خانواده در خطر نیست. اما اگر مشکل این زنان و مردان در خانه زن حل نشود چه اتفاقی میافتد؟ در این صورت پرونده به انجمن عدالت اجتماعی یا همان دادگاه ارجاع داده میشود.
در صورتی که پرونده مربوط به زنان باشد، قاضی زن باید در مورد آن قضاوت کند. امری که چندان خوشایند مردان نیست. اگه فرار نمی کردم با چاقو منو می زد. اگه وجدان داشت این حرفو نمی زد. من نزدمش. شما باید نفقه بچه ها رو بدی. این تصمیم دادگاهه. حالا حاضری نفقه رو بدی؟ آره راضیم. شیخ تو هم کمی کوتابی یا همه انسانیم و کسی از یه سیاره دیگه نیومده. بر اساس گزارش های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر، از آغاز جنگ داخلی سوریه خشونت علیه زنان شدت گرفته، چه از سوی گروه های اسلامگرا، چه در زندان های دولت و چه در خانواده ها. ولی دست کم اینجا صدای این زنان تا حدودی شنیده می شود. انگار نه انگار که من همسرشم. یعنی بهت اهمیت نمیده؟ نه. تو رو میزنه؟ نه. خودش نه، ولی برادرش منو کتک میزنه. چرا برادرت کتکش زده؟ برادرم بچه است. من خودم خونه نبودم. من راهی جز طلاق گرفتن ندارم. حتی اگه اصلاح بشه؟ نه، تأثیری نداره. همین آدمیه که هست. یکم عشق از خودتون مایه بذارید. اوضاع ما اندازه کافی تلخ هست. قاضی در نهایت یک فرصت 45 روزه به مرد داد تا شرایط را برای همسرش بهتر کند. در غیر این صورت دادگاه به جدایی آنها رأی می‌دهد. مرد 45 روز خواست تا با هم توافق کنند. مردهای خاورمیانه تعهد ندارن. این باعث تفرقه میشه. همزمان با مقاومت بخشی از جامعه شمال شرق سوریه با این رویکرد زن محور، در نهایت بقای خانه زن و نهادهای زن محور دیگر در گرو زد و بندهای سیاسی منطقه است و با بازگشت هیمنه بشار اسد یا یک حمله نظامی دیگر ترکیه به کردستان سوریه، رؤیای این زنان برای ساختن جامعه ایدئال ناپدید می شود. سورون قربانی، بی بی سی. در پی بالا گرفتن نگرانی ها از عوارض جانبی احتمالی واکسن آسترازنکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و هلند هم تزریق این واکسن رو متوقف کردند. پیشتر گزارش شده بود در بدن عده‌ای از کسانی که این واکسن را زدن لخته های خون دیده شده. با این حال سازمان بهداشت جهانی و سازمان داروی اروپا میگویند هیچ نشانه ای از ارتباط این پدیده با واکسن آسترازنکا وجود ندارد. خود شرکت آسترازنکا هم گفته که معاینه 17 میلیون نفر که این واکسن را دریافت کردن نشان می‌دهد کمتر از 40 نفرشان دچار لختگی خون شدند. تا به حال 11 کشور تزریق این واکسن را متوقف کردند. دکتر نظام‌الدین میثاقی، متخصص بیهوشی و استادیار بالینی دانشگاه آریزونا از شهر سکاتسدیل در همین ایالت با ما هستند. آی دکتر، گویا نگرانی جدیه، درسته؟ ببینید، من فکر می‌کنم یک واکنش مقداری احساسی الان در سطح این کشورهایی که شما نام بردید در دست اجراست، که به دلیل اینکه کمتر از 40 نفر از 17 میلیون دچار خونلخته شدند، اینها متوقف کردند حداقل به صورت موقتی تزریق این واکسن رو در جمع. و به نظر میرسه که از نظر همه‌گیرشناسی این کار خیلی صحیحی نیست، برای اینکه به نسبت شما هر 17 میلیون غیر واکسینا رو هم اگه در نظر بگیرید، ممکنه که یک تعدادی در اونها که شبیه همین تعداد و یا حتی فرای این تعداد باشه، در اونها خونلخته به وجود بیاد. مشکل خونلخته اصولا این هست که اگر در یکی از سیاه‌رگ‌های ما به وجود بیاد، ممکن هست که این خونلخته سفر بکنه و آمبولی بکنه، بره داخل ریه ها و بیمار از بین بره، همینطور که بیماری از دانمارک اخیراً از بین رفت. ولی خب به نظر من واکنش دار احساسی است و پای علمی نداره. ولی خب آقای دکتر، این کشورها کشورهای بی حساب کتابی نیستن. فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، خود ایتالیا از کرونا کم رنج نکشیده. یعنی اینها در دام احساسات افتادن؟ حقیقتش من فکر میکنم که خیلی واکنش سریع نشون دادن، برای اینکه میترسن تعداد از اینها بیشتر باشه. ولی اگه واقعا تعداد انقدر باشه، اگر ما همین روش رو میخواستیم پیش بگیریم در آمریکا، الان واکسن های فایزر و مدرنا رو هم باید متوقف میکردیم، برای اینکه تعداد بیشتری در هر میلیون، یه چیزی حدود 5 در میلیون کسی که واکسن فایزر رو دریافت میکنه آنافیلاکسی شدید میده، یعنی حساسیت خیلی زیاد میده. خب هیچ کدومش مرگبار نبوده، ولی ممکنه که پیش بیاد. ولی خب اینها یک
درصدهایی هست که از نظر همه‌گیرشناسی باید تحلیل آماری بشه و از نظر آماری این عدد و رقم‌ها اصلا عدد رقم‌های مهمی نیست. برای همین به نظر من واکنش خیلی شدید و سریع بوده و من فکر می‌کنم که به زودی دوباره تزریق این واکسن آغاز خواهد شد. در اینکه وقتی شما تحلیل ضرر و فایده می‌کنید می‌بینید که فایده این واکسن به مراتب بالاتر از ضرر این درصد بسیار اندک از خونلخته هست در بیماران. آقای دکتر، شما استادیار بالینی هم هستید. اگر مسئله بیشتر روانی از نظر شما، چه کاری میشه کرد که این وهم، این گمان، این ترس رو دور بکنند از این کشورها؟ ببینید، باید گوش بدن به نهادهایی که مثل سازمان بهداشت جهانی، مثل همه‌گیرشناسان، مثل ایمونولوژیست‌ها، که ببینن اونها چی میگن. اصولا وقتی که ما یک تحقیق بالینی مثلا فاز سومش رو انجام میدیم، ما میایم یک گروه کنترل داریم که خود درمان رو دریافت نمی‌کنن و یک گروهی که درمان رو دارن دریافت می‌کنن. ما هیچ وقت هیچ دارویی نداریم که بدون عوارض 100% باشه. ما فقط می‌خوایم بگیم به نسبت در مقایسه با گروه کنترل آیا این عوارض بیشتر هست، کمتر هست یا مساوی هست. و الان گروه کنترل در دسترس نیست از این نظر، ولی خب به خود داده‌های اولیه وقتی باز می‌گردیم ببینیم که واقعا انقدر ناچیز هست از نظر آماری این مسئله، نظر من واکنش یک مقدار نامتناسب هست با آمار در دسترس. بسیار ممنونم از دکتر نظام الدین میثاقی، متخصص بیهوشی و استادیار بالینی دانشگاه آریزونا. نامزدهای مجسمه طلای اسکار امروز اعلام شدند. برای نخستین بار در تاریخ 93 ساله این مراسم دو زن نامزد جایزه بهترین کارگردان شدند. اسکار امسال به خاطر کرونا نزدیک به 3 ماه دیرتر از پارسال برگزار خواهد شد. بهمن کلاسی همکارم از نیویورک با ماست. خیلی وقتا وقتی که با تو حرف میزنیم راجع به اسکار روی فرش قرمزی یادم میاد که پاپیون مشکی هم به جای کروات میبندی. بهمن، از فیلمایی بگو که نامزد شدن. اون چیزی که توجه جلب میکنه امسال این است که تنوع کسانی که نامزد شدن از نظر نژادی، قومی، رنگ پوست و همچنین جنسی خیلی بیشتر از سالهای گذشته است و چند تا رکورد شکسته شده. یکیش همون است که برای اولین بار در این 93 سال است که در بخش بهترین کارگردانی دو زن کارگردان نامزد شدن، یکی برای فیلم سرزمین خانه به دوش ها و دیگری برای فیلم خانم جوان امیدوار یا آینده دار. این دو فیلم کارگردانانشون زن هستند. درنچه یک رکورد اینجا شکسته و تعداد از 20 هنرپیشه‌ای که در نقش اول و نقش مکمل زن و مرد نامزد میشن، 9 نفرشون غیر سفید پوست هستند که این هم یه رکورد هست. یک فیلمی که نامزد بهترین اثر شده، تمام برای اولین بار تمام تهیه کنندگانش سیاه پوست هستن. این بخشی از نتیجه افزایش تعداد رای دهندگان مراسم اسکار هست جمال، چون در گذشته حدود 6000 نفر بودن، الان به مرز 10000 نفر رسیدن و تلاششون بوده در سالهای گذشته مدیران آکادمی که این کسانی که اضافه میشن به جمع رای دهندگان اهالی سینمایی باشن که خودشون رنگین پوست هستند، زن هستند، از اقلیت‌های مختلف هستند، که این سبب بشه که تأثیر بذاره در نوع کسانی که نامزد و برنده میشن. به همین جهت این شاید اولین سالیه که ما داریم نتیجه اون افزایش تعداد رنگ‌دهندگان رو می‌بینیم. ایرانیانی هم می‌دونیم عضوش هستن، از آقای اصغر فرادی بگیریم تا خانم تا هنرپیشه‌های زنی مثل خانم آقداشلو. درنچه اینها اثر گذاشته در کسانی که نامزد شدن و امسال می‌بینیم این تأثیر رو. داریم بین مردان هم اولین بار هست که یک مسلمان تبار پاکستانی تبار رضوان احمد یا رز احمد که بریتانیا هم زندگی میکنه، اون هم نامزد بهترین جایزه نقش اول مرد شده که سابقه نداره یک مسلمان تبار یا یک مسلمان نامزد شده باشه. این هم یکی دیگر از نشانه های اون تغییری است که در فضای اسکار میشه دید. به همین جهت چشمگیره به خاطر این رکورد هایی که شکسته شده در میان نامزدها. تا
توضیح که میدادی ما صحنه های از فیلم ها رو میدیدیم و الان هم میبینیم. این روزا هر اتفاقی که میفته فارغ از قصه پر آب چشم کرونا نیست. چقدر اثر گذاشته روی اسکار؟ میدونیم که خب البته 3 ماه دیرتر برگزار میشه. غیر از این تاخیر ما دیشب مراسم جوایز معروف موسیقیایی گرمیز رو داشتیم که اون هم در همین سایه کرونا برگزار شد. یک سالن کوچکی بود که در فضای باز بود در لس آنجلس و مهمانان معروفی از بیانسه گرفته تا تیلور سویفت با فاصله روی میز نشسته بودن و ماسک زده بودن. بعد انتظار داشت که مراسم اسکار هم یه همچین کاری بکنن که اولا احتمالاً روی فرش قرمز به اون شکل سابقش نخواهد بود و اگر باشه محدود، و دوم این که در مکانهای مختلف برگزار میشن. دیشب ما حتی دیدیم که یه گروهی که اجرا میکرد از پایتخت کره سئول بود، گروهی دیگر در سالن دیگری در لس آنجلس بود. تا اونجایی که ما میدونیم قرار اسکار هم در چند تا سالن در لس آنجلس برگزار بشه، از جمله ایستگاه معروف تاریخی قطار اون شهر، و همچنین اعلام مراسم نامزد. کسانی که نامزد شدن هم چند ساعت پیش در لندن اتفاق افتاد، نه به صورت معمولیش در لس آنجلس. به همین جهت شکلش این محل‌هایی که برگزار میشه متفاوت خیلی خواهد بود از اون حالت معمولی که ما همه در خیابان هالیوود جمع شدیم و فرش قرمزی بود و ستارگان سینما میرفتن داخل و همونجا هم در سالن نتایج اعلام شد. یک چنین گرد آمدن اهالی سینما امسال رخ نخواهد داد، ولی حالا شاید به خاطر اینکه تا اردیبهشت 6 اردیبهشت که مراسم برگزار میشه یه مقداری تعداد بیشتری واکسینه شده باشن متفاوت باشه، ولی هنوز جزئیاتش رو دقیق نمیدونیم. امیدواریم که کرونا تموم بشه و رونق هم به سینماها برگرده، این فیلم‌ها رو بتونیم روی پرده‌های نقره‌ای بزرگ ببینیم. ممنونم از بهمن کلباسی همکارم در نیویورک و ممنون از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت BBC فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.